سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک، از تهران همراه ما هستند. سلام و شب شما بخیر. آقای جوادی، با توجه به سوابق طولانی مدت نقض حقوق بشر در هر دو کشور، چه دلیلی برای برگزاری این رزمایش مشترک و تقویت همکاری‌های نظامی وجود دارد؟ آیا این همکاری‌ها می‌توانند به بهبود اوضاع انسانی در ایران و عربستان و سعودی کمک کند تا یا تنها جنبه‌های نظامی را تقویت خواهد کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و بینندگان عزیز و همکاران گرامی. والا عدم تجانس این دو موضوع، بحث حقوق بشر و مانور دریایی، یه مقدار مشکله، اما من یه مقدمه را عرض کنم که شاید نتیجه خوبی بگیریم. ببینید، من همونطوری که قبلا هم عرض کردم، عربستان سعودی با توجه به اینکه خب موضوع وزارتخونه های فرهنگی و آموزشی و که مدارس و دانشگاه ها هم زیر نظرشون هستن و قوه قضایی معضلی برای حکومت عربستانه به دلیل توافق حدود 180 سال پیش، این معضل با توجه به حرکت های اخیر آقای بن سلمان، فکر میکنم امید رو به تضعیف این توافق و رعایت مسائل حقوق بشری که خب فعلا در مرحله ابتدایی خودشه، افق و امید فروکننده ای رو به ما میده. اما در ایران با توجه به اینکه خب بحث مفصلیه که متاسفانه با ایجاد جو جنگ و بحران و مشکلات دیگه بر سر ایران و منطقه مورد تغافل قرار میگیره که انشالله اگر فرصتی شد در آینده اشاره میکنم. اما یه اشاره ای بکنم به این رزمایشی که مهم هست و فکر میکنم نتیجه رو بشه ازش گرفت. اخیراً دریادار شهرام ایرانی که خب از اهل سنت هست، میدونید که، و عنوان فرمانده نیرو دریایی هستن، در مصاحبه روز دوشنبه گذشته که دو روز گذشته بود، 30 مهر ماه، اشاره ای رو کردن در برنامه صفحه اول شبکه خبر ایران با محوریت رزمایش دریایی آیونز 2024 که در دو هفته اخیر برگزار شد با شرکت کشورهای همسایه اقیانوس هند و ابتدای دریای عمان و اقیانوس هند، که بر اساس اظهارات و اساسنامه این رزمایش عمدتاً بر مبنای امنیت مشترک دریایی، عملیات نجات و کمک‌های بشردوستانه بوده. خب کشورهای کلیدی روسیه، هند و عمان به میزبانی ایران در این رزمایش شرکت داشتند. کشور عربستان و مصر به عنوان ناظر در این رزمایش بودند. که خب این نظارت مهم هست و مقدمه مانورهای مشترک بعدی ایران و عربستان و مصر، که میدونید معمولا این سه کشور کلیدی جهان اسلام، دو تاشون معمولا با هم خوب هستن و نفر سوم یه اختلافاتی داره. این مانور نشان از عدم انزوای دریایی ایران شاید باشه که خب با توجه به حضور ناوشکن‌های ایران در دریای سرخ، دعوتنامه‌هایی بین ایران، عربستان و مصر رد و بدل شده که البته مقامات عربستانی فعلا تایید نکردند، مبنی بر رزمایش مشترک در دریای سرخ یا هم بحر احمر. بله. ببینید، این به نظرم اینجا اهمیت موضوع مشخص میشه. این کشور کلیدی با همدیگه مشکلاتشون رو تصمیم گرفتن احتمالا حل بکنن که به مشکلات جهان اسلام هم رسیدگی بشه. بله. شاید زمینه برای حل و فصل و خروج عربستان از مشکل یمن باشه و حل مشکل انصارالله یا همون حوثی‌ها، و نیم نگاهی هم به شعله ور شدن جنگ میان اسرائیل و ایران میکنه و تقویت جبهه ایران جهت جلوگیری از گسترش جنگ، و شاید هم به نظرم معادلات پشت پرده جهت حل معضل یمن و جهان اسلام و مشکلات بحث مقاومت در مدتی که مطرح شده. بله. و شاید و به نظرم باید مثبت ارزیابی کرد که انشالله بتونه به زمینه رشد زندگی مردم به خصوص در ایران، مشکلات اقتصادی در ایران مطرح هست و بحث های که به همین دلیل موضوعات حقوق بشری بیشتر مطرح میشه و زمینه اعتراضات رو در ایران کم کنه، و انشالله که
آینده مثبتی رو ارزیابی میکنیم. بله، سید عبدالله جوادی، کارشناس مسائل سیاسی و استراتژیک از تهران، ممنونم از حضورتون در این برنامه.